آسیه؟ خالد سلام عزیزم، خوبی؟ دلم تنگ براتش خوم. خالد عزیزم سلام، میگم دیگه چیزی به ایدفت نمونده، عروسیمون نزدیکه خالد، دلم تنگت آسیه. میگم امشب بیام دنبالت بریم سینما. سینما؟ تو ماه روزه خالد، آقام اجازه نمیده. خب بعد افطار میریم، نزدیک خونه شمانه، ما تهران اومدوم اینجا سی دیدن تو. خب اجازت میگیرم. دیر وقت میشه خالد، امشب شو 28 مرداد، شو کودتا رستاخیز چیه، حجیه تو شهر جهش میگیرن حکومتی ها. خب اجازت از آقاد میگیرم. میگم خالد ها، فیلمش چیه؟ عشق عاشقی باشه بابام اجازه نمیده. عشق عاشقی چیه؟ گوزنانه. گوزنا؟ ها به روز سوخ بازی کرده، میگن خیلی قشنگه. موبیلی 4 تومانی گرفتم، گفتم جامون خوب باشه، نزدیک در نباشه، رفت آمد کمتر باشه. میگم خالد، جان خالد، به دلم شور افتاده خالد، کاشی جرو تموم بشه بریم سر خونه زندگی خومون. خالد، جان خالد، موخو از آقام اجازه میگیرم، افطار بی خانما، ماما غلیمایی بخته، بعدش میریم سینما. دلم لک زده سی قلیه ماهی. خالد، جان خالد، نگفتی کدوم سینما؟ خیابون شهرداری عزیزم، سینما رکس، سینما رکس و بزرگ قشنگه. و همین سینما رکس، سالن 900 نفره، جایی است که ما در این قسمت از مورخ و در دقایق آتی به آن سفر خواهیم کرد، به آن شب مشخص، به دود، آتش، خون، فریاد، خالد، آسیه و صدها نفر دیگر. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. برای سفر به سینمایی که در آتش سوخت و یکی از بزرگترین تراژدی‌های نیم قرن اخیر ما رو رقم زد، به شکلی که به معنای واقعی هنوز هم جای آن می‌سوزد و درد می‌کند، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی می‌کنیم. اول، پرونده سینما رکس از دیدار نیوز، یک خبرگزاری رسمی. دوم، کتاب سینما جهنم، اثر کریم نیکونظر. و سوم، کتاب یک نیم روز سوخته، اثر پروین کاشانی‌زاده، محمد مهدی عقابی و رضا نصرتی. یادآوری کنم اینجا در انتهای این قسمت هم ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو با هم خواهیم دید، ضمن اینکه پل ارتباطی ما و شما برای ارسال ویدیوهای زیباتون هنگام دیدن یا شنیدن مورخ تلگرام خواهد بود، @مورخ_ادمین. برای ما ارسال بفرمایید ویدیوهای زیباتون رو و پیشا پیش عذر خواهی میکنیم برای غمگین بودن این قسمت. بریم در دل تاریخ. ایران، آبادان، خیابان شهرداری. سینما رکس طبقه بالای یک پاساژ بود، یک در نسبتاً بزرگ داشت که جلوش هم یک در میله‌ای آهنی قرار گرفته بود. برای رسیدن به سینما شما باید از اون درب آهنی وارد می شدید، از پله‌ها بالا می رفتید و به در ورودی نچندان بزرگ سینما می رسیدید، دری که دولت بود و فقط به داخل باز می شد. این نکته مهمی است، به خاطر بسپارید، در ادامه باهاش کار داریم. درب اصلی سینما رکس فقط به داخل باز می شد. اون زمان در آبادان سینما رکس یکی از سینماهای درجه 2 به حساب می اومد. عمرش نسبتاً طولانی بود. مرداد 1357، شبی که درباره‌اش صحبت می کنیم، سینما رکس 21 سال عمر کرده بود. 21 سالی می شد که پرده سینما رکس آبادان خاطرات زیادی به خود دیده بود، خاطرات زیادی ساخته بود. اون سالن، سالن سینما رکس، عشاق زیادی دیده بود، نامزدهای بسیار، انسانهای تنها، خانواده های خوشحال و بسیار اتفاقات دیگر را بارها و بارها در خود جا داده بود و تجربه کرده بود و به ذهن خود سپرده بود. ظرفیت سالن سینما رکس زیاد بود و همین جهت خاطراتش هم بسیار بود. 900 صندلی روبروی یک پرده نقره‌ای بزرگ. یک شب در مرداد 1357، دقیقاً 28 مرداد 1357، این سالن نسبتاً پر شد، فیلمی آغاز شد و همه چیز از آنجا شروع شد. اجازه
اجازه بدید کمی روی اون روزها، اون دوران نازک شیم. مرداد 1357 سینما رکس آبادان سوخت، اما تو روزهای آخر مرداد 57 رکس اولین سینمایی نبود که طعمه آتش شد. بامداد 27 مرداد 1357 یک روز قبل سینما آریای مشهد طعمه حرق شده بود. اون آتش سوزی البته کوچک بود و بجز کشته شدن سه بی خانمان که شب رو در سینما خوابیده بودند یواشکی کشته دیگری نداشت. اما به هر جهت انسانهایی کشته شده بودند، همان چند نفر. این مسئله مهم بود. خود آن البته قصه و بحث دیگری است و شاید روزی به آن آتش سوزی هم پرداختیم در مورخ. به هر حال چند ساعت بعد از اون حادثه در مشهد اعلام شد که اون آتش سوزی در واقع یک خرابکاری بوده و توسط چند فرد ناشناس انجام شده. تحقیقات هم در جریان و نتیجه یک خرابکاری سیاسی بوده. آتش سوزی سینما مشهد این چیزی بود که اعلام شد آن زمان رسمی. فردای اون اتفاق روزنامه رستاخیز نوشت: ساعت 3:30 بامداد گروهی خرابکار در اجرای نقشه خود برای ویرانگری سینما آریای مشهد را به آتش کشیدند. شعله های آتش در لحظات اول 3 نفر را که شب را در سینما خوابیده بودند فرا گرفت و باعث مرگ فجیع آنها شد. یک روز از این اتفاق و از این تیتر روزنامه رستاخیز گذشته بود و هنوز مقامات دولتی در حال محکوم کردن مخالفین نظام یا همان کسانی بودند که بدانها لقب اخلال گرد داده بودند که این بار آتش به جان سینما رکس آبادان و به جان خانواده های آبادانی افتاد. بر پرده سینما رکس آبادان شب 28 مرداد 1357 فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی در حال پخش بود. ما پیش از این و در کانال سینما مورخ یک بار مفصل درباره این فیلم گوزنها صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم ببینید، بشنوید از کانال سینما مورخ. مکمل بسیار خوبی است. چرا؟ فیلم گوزنها یک فیلم کاملا سیاسی و تاثیرگذار بود آن زمان. خلاصه عرض کنم اینجا تو فیلم گوزنها ما داستان فرار و مرگ یک مبارز مسلح رو میبینیم که خب بسیار مرتبط بود با شرایط آن روز جامعه. بسیار ساواک روی این فیلم حساس شد، خیلی از جاهاشو حذف کرد. داستانهای جذابی داره، پیشنهاد میکنم ببینید از کانال سینما مورخ. بسیاری معتقدند فیلم گوزنها در واقع از واقعه سیاه کل تأثیر گرفته بود. به هر حال این فیلم تبدیل شد به یک فیلم پر حرف و حدیث در سینمای ایران، در تاریخ سینمای ایران، و شاید بی ربط نبوده باشه به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان و فیلم گوزنهای مسعود کیمیایی در یک شب. بر حال شب 28 مرداد 1357 حدود ساعت 9 شب آپارات سینما رکس آبادان شروع به کار کرد. کم کم سکوت در سالن حکم فرما شد و همگان چشم دوختند به پرده نقره‌ای. بهروز وثوقی و فرامرز غریبیان روی پرده سینما رکس آبادان دلبری می کردند. فیلم گوزنها در حال پخش بود، یک فیلم بی نظیر. اوایل فیلم بود، یک فیلم سیاسی و قطعا یه سری از فعالان سیاسی منتقد آتیش! سینما آتیش گرفته! این صدا آتش، سینما آتش گرفته. یک فیلم سیاسی، فعالان سیاسی منتقد حکومت پهلوی. 57 28 مرداد آتش سوزی. همه چیز کامل بود، همه چیز برای آغاز حرف و حدیث ها، برای التهاب کامل بود، همه چیز برای داغدار شدن خانواده ها کامل بود. اوایل فیلم بود، هنوز پیک عرق تو دستای سید بود تو فیلم گوزنها که دود در سالن سینما رکس پیچید. دودی غلیظ و سیاه.
سالن قدیمی سینما رکس آبادان مجرای خروجی و تهویه کامل نداشت، حتی تهویه حداقلی شاید نداشت یا درست کار نمی کرد. گزارش های اولیه نشون می دهد حداقل 100 نفر از تماشاگران قبل از اینکه بتونن از جاشون تکون بخورن در اثر استنشاق گاز دیوکسید کربن خفه شدند و جان باختند. حتی فرصت نکردن از جاشون بلند شن، گرچه اجساد اون افراد در ادامه سوخته. اشتراک تمامی از دست رفتگان آن شب این است که به سختی قابل تشخیص بودند، همگان سوختند، با یک تفاوت: تعدادی از درگذشتگان پیش از اینکه بسوزن از دنیا رفتند. سوختگی را شاید نفهمیدند، اما تعداد بسیاری زنده سوختند. رضا خدری، خبرنگار آبادانی روزنامه کیهان، اون زمان جزو اولین افرادی بود که رسید سر صحنه. او میاد در محل، از قربانیان عکس برداری میکنه، خبر تهیه میکنه و خود او تعریف میکنه. من عیناً نقل قول میکنم. میگه زمانی که رفتم داخل، خیلی ها از سر جاشون تکون نخورده بودن، فرصت تکون خوردن پیدا نکرده بودن، همه سر جای خودشون سوخته بودن. میگه من دیدم جسدی را که پاش روی پاش بود هنوز و سوخته بود. سرعت انتشار دود به حدی بوده که حتی مهلت بلند کردن پاش رو از او پاش پیدا نکرده آن جسد، چه برسه به این که بتونه از جاش بلند شه. رضا خدری در ادامه میگه سوختگی ها در حدی بود که نمیشد تشخیص دادن جنازه مرد زنه. اجازه بدید هرچند تلخ و سخت، چند ثانیه سفر کنیم به آن لحظات. روایتی عینی وجود دارد از تک و توک افرادی که به نوعی خوششانس بودند آن شب سالم از اون سالن از سینما رکس خارج شدند. آن روایت ها تصدیق می کند که با فریاد سینما آتش گرفت، با پخش شدن دودی سیاه و غلیظ، تماشاچی ها وحشت زده فریاد کنان به سمت درهای خروجی هجوم بردند. پرانتز یادآوری کنم، درها فقط به سمت داخل باز می شد، پس با هجوم به سختی می شد درها رو باز کرد. اما مشکل اینجا نبود که در به سمت داخل باز می شد. آن صدها تماشاچی وحشت زده با درهای بسته قفل شده مواجه شدند. به پشت خود نگاه کردند، شعله ها زبانه می کشید، دود غلیظتر می شد، آدم ها می افتادند. به چشم سر دیدند افرادی که سر جای خود کشته شده بودند. به این سمت نگاه کردند، در قفل بود. تصور کنیم ترس را، ناامیدی را، نگاه پدر به کودکش، نگاه زن به شوهرش، نگاه عزیز به عزیزش و نگاه آن فرد تنها که آمده بود در سینما به سایرین، و اجازه بدید با هم تصور کنیم ثانیه‌ای نگاه خالد را به آسیه و آسیه نگران. ناله و زجه. تماشاچیان چاره‌ای جز این نداشتند. در محاصره کامل شعله‌های آتش قرار گرفته بودند. طبق آمار مطبوعات آن زمان 377 نفر از مردان، زنان، کودکان تماشاچی زنده به طرزی فجیع و رقتبار در میان شعله‌های آتش و دود سوختند. بعضی منابع خارجی گفتند تعداد کشته شده‌ها 430 نفر بوده. به هر حال ظرفیت سالن سینما رکس حدود 900 نفر بوده. آن شب حداقل 680 بلیت فروخته شده بود. عرض کردم تعدادی به هر شکل جان سالم به در بردند، تعدادی احتمالاً به تماشای فیلم نرسیده بودند. اما اینکه دقیقاً چه تعداد انسان در آن سالن بودند آن شب مشخص نیست، گمان زنی است و بس از منابع خبری مختلف. از طرفی آن تعدادی که جان سالم به در برده بودند حاضر نبودند به شکلی رسمی درباره حادثه صحبت کنند. هیچ کس چیزی نمی گفت. همه می ترسیدند. چرا می ترسیدند؟ که در آن فضای پر التهاب به همکاری با عوامل آتش سوزی متهمشان کنند. و البته بودند کسانی که می خواستن حرف بزنند، زبان بند آمده بود به واسطه چیزهایی که دیده بودند، شنیده بودند، زج، صدای کودکانی که مادر خود را فریاد می‌کردند و گمش کرده بودند، پدرانی که به خانواده خود می‌گفتند نگران نباشید، همه چیز درست میشه.
شاید اگر من و شما هم اونجا بودیم و میدیدیم و میشنیدیم هیچ نمیگفتیم، زبانمان بند میآمد. برای رفتگان آن شب سکوت کنیم. استاندار بخت خوزستان محمد باقر نمازی یا همون شاپور نمازی بلافاصله بعد از آتش سوزی سینما رکس به همراه فرماندار، شهردار، رئیس شهربانی و مقامات مسئول خودشون رو به محل حادثه میرسونن و سعی میکنن ماموران آتش نشانی و سایر امدادگران کمک کنن که نتیجه چه شود، سریعتر آتش خاموش شود، انسان‌های نجات پیدا کنند. به ویژه سعی همگان بر این بود که مجروحان زودتر به بیمارستان برسند، شاید از تعداد کشته شدگان کمتر شود. کمک‌های مسئولین اما کافی نبود. تراژدی اتفاق افتاده بود که قابل تصور نبود. در مطبوعات فردای آن روز نوشتند آبادان دیشب حالت فوق‌العاده‌ای داشت و بسیاری از مردم به خواب نرفتند. خانواده‌هایی که فرزندان و یا یکی از اعضای ایشان به سینما رکس رفته بودند، همگان در اطراف سینما اجتماع کرده بودند و زاری و شیون می‌کردند. در ادامه خبرنگار روزنامه رستاخیز از فضای خیابان‌های شهرداری و زند آبادان در شب حادثه می‌نویسه پدر و مادرهایی را دیدم که لابلای اجساد سوخته ی قربانیان دنبال فرزندان خود می‌گشتند. در گورستان آبادان نیز وضع به همین منوال بود. همگان سعی می‌کردند که اجساد بستگان خود را بیابند، چرا که آنان قابل شناسایی نبودند. همگان سعی می‌کردند نشانه‌هایی در اجساد پیدا کنند و فریاد کنند با شیون که این دختر من است، پسر من است، زن من است، شوهر من است، پدر من است، عزیز من است. صدای شیون زنان و مردان در تمام شهر به گوش می‌رسید. این رو یک خبرنگار نوشته و این رو ما اضافه کنیم. خانواده خالد و آسیه هم در میان کشته شدگان می‌گشتند تا عزیزان خود را بیابند. پدر آسیه ناگهان گردنبندی روی یکی از اجساد کاملا سوخته پیدا کرد. گردنبندی که متعلق به مادر او بود. او فریاد کرد: آسیه! مادر آسیه که چند میدان طرفتر داشت میگهشت که شاید دختر خیش را بیابد، بر زمین افتاد. ساعت 22 در حالی که 700 نفر مرد و زن و کودک سرگرم دیدن فیلم گوزن‌ها بودند، گروهی خرابکار و غیر معتقد به اصول انسانی با همکاری سلایدار سینما با مواد آتش‌زا سالن سینما را با آتش کشیدند. بلافاصله بعد از شروع حریق برای اطفای آن از ماموران آتش نشانی شهرداری آبادان و شرکت ملی نفت ایران کمک خواسته شد. ماموران آتش نشانی موفق شدند در ساعت 2 بامداد آتش را مهار کنند. تلاش برای خارج کردن اجساد 377 نفر از تماشاچیانی که در آتش سوخته و کشته شدند ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش ها سرایدار سینما که در ایجاد این آتش سوزی با خرابکاران همکاری داشته است، در حالت مستی توسط ماموران دستگیر شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. به گفته مقامات پلیس آبادان، چند لحظه پس از شروع نمایش فیلم، چند ناشناس با استفاده از تاریکی شب درهای ورودی و خروجی سینما را بسته قفل کردند و داخل سالن سینما را با مواد آتش‌سا آغشته کرده و سپس با افروختن کبریت سینما را با آتش کشیدند و گریختند.
این بخشی از گزارش روزنامه اطلاعات بود. فردای روز حادثه 29 مرداد ماه 1357 به نظر می رسید انگشت اتهام حکومت باز هم به سمت خرابکاران نشانه رفته، همانند اتفاقی که در مشهد سینما آریا افتاد. از پس آن آتش سوزی هم حکومت انگشت اتهام خود را به سمت خرابکاران نشانه رفته بود. این خرابکاران چه کسانی بودند؟ عرض خواهم کرد در ادامه مفصل، اما یک نکته وجود داره. متهم کردن خرابکارانی ناشناس به جنایت در آبادان کافی نبود. بعد از این حادثه کشور در بهت فرو رفت، ایران زمین در بهت فرو رفت. در تهران سینماها نمایش فیلمهاشون رو قطع کردند. رادیوی ایران بسیاری از برنامه‌های موسیقی خودش رو متوقف کرد. تو بسیاری از شهرها به یاد کشته شدگان سینما رکس آبادان تجمعاتی شکل گرفت و مردم آبادان هم به خصوص به ناکارآمدی نیروهای آتش نشانی و شهربانی اعتراض کردند که حق هم داشتن. روزنامه اطلاعات در مورد این موضوع تو همون روز نوشت: شاهدان عینی حادثه می گفتند در این میان قصور دستگاه‌های آتش نشانی را نیز نباید نادیده گرفت، با آنکه چندین تلفن فوری به مراکز آتش نشانی شد و آنها در جریان حریق قرار گرفتند، اما خیلی دیر خود را به محل رساندند و ضمناً اتومبیل‌های آتش نشانی فاقد تجهیزات لازم بود. حتی یکی از ماشین‌ها آب هم نداشته. این خبری بود که در 1357 منتشر شد در یک روزنامه. پرانتز یادآوری کنم، آیا امروز زمانی که آتش نشانی به محلی میرسد، حتی اگر زود برسد، دارای تجهیزات کافی هست؟ قضاوت با شما. در ادامه و کم کم اعتراضات گسترده تر شد. من یه پرانتز و یک یادآوری از تاریخ کنم خدمت شما. زمانی که اعتراضی بر اساس داغ شکل میگیره، واقعا متفاوت جنسش و زورش و تأثیرش و عمل کردش. این اعتراضی که ازش صحبت میکنیم از داغدار شدن خانواده هایی، از پس آن شهری و از پسش کشوری ایجاد شد. یکی از اولین اعتراضات مهم زمانی رخ داد که در اولین شب جمعه کشته شدگان سینما رکس فردا یه حادثه، جمعیت زیادی رفتند قبرستان آبادان، نه فقط خانواده های آنان که جمعیت زیادی از آبادان. گروهی از این جمعیت پیاده و با سنج و دهل و دمام در حال سینه زنی و نوحه خوانی بودند، عزاداری مخصوص هموطنان جنوبی ما. آنان عکس های قربانیان فاجعه رو هم در دست داشتند، عکس هایی که بعضن در دست کسانی بود که هیچ نسبتی با آن عکس نداشتند. فقط داغ جمعی بود که در تمام شهر پخش شده بود، دل همگان را سوزانده بود، جگرشان را. در ادامه نیروی شهربانی آبادان، ژاندارمری آبادان، زمانی که اون جمعیت داشت برمیگشت از گورستان، بهشون هشدار داد که آقا جان تمام کنید، پراکنده شید و به صورت گروهی وارد شهر نشید، تجمع نکنید. و همین تذکر کوچک به مردم غیور آبادان کافی بود تا بر زخم آنان، بر زخم داغداران آبادان نمکی پاشیده شود. نمکی که نتیجه چه شد عرض بکنم. جمعیت با نیروهای شهربانی درگیر شدند. در نهایت نیروهای امنیتی با تیرهای هوایی و گاز اشکاور جمعیت را متفرق کردند. اما این تظاهرات اصلی مردم آبادان نبود. این یکی از تجمعهای اعتراضی مهم بود که فردای روز حادثه اتفاق افتاد. 28 مرداد 57 آتش سوزی سینما رکس اتفاق افتاد. چهارشنبه روزی بود، اولین اعتراض مهم فردای اون روز بود، پنجشنبه در گورستان آبادان. اما زمانی که تاریخ رو جلو بیاییم، هفتمین روز در گذشت کشته شدگان سینما رکس، یک تظاهرات بسیار مهم، یه جورایی میشه گفت تظاهرات اصلی اتفاق افتاد. مردم عزادار با نیروهای شهربانی، با نیروهای امنیتی به صورت جدی درگیر شدند. تعدادی از تظاهر کنندگان دستگیر و مابقی پس از شکست شیشه های بانک صادرات، سازمان آب و فاضلاب آبادان و یه سری دیگه از مکانهای عمومی و دولتی متفرق شدند. اینها
آتشی بود که مدام میرفت زیر خاکستر و دوباره شعله بر میشد. حضور مردم آبادان به قدری بود آن روز و روزها که دیگه مطبوعات ناچار شدن بهش اشاره کنن. رقم 50,000 نفری رو برای شرکت کنندگان در اون تظاهرات اعلام کردند که واقعا رقمی بود عجیب غریب برای آبادان، شهری که حدود 230,000 نفر جمعیت داشت. آن روز 50,000 نفر عدد بود. طبق گزارش روزنامه آیندگان در آن درگیری یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. این شروع ماجرا بود. در ادامه هنوز جف ملتهب بود که چهارم شهریور ماه 1357 بازار بزرگ جمشید آبادان هم آتش گرفت. به طرز مشکوکی دوچار آتش سوزی شد. توی اون آتش سوزی هم بیش از 300 مغازه در آتش سوخت. مقامات دولتی همچنان معتقد بودند که آقا مخالفین شاه بازار رو آتش زدند. از طرفی برخی مذهبیون به هر جهت اون زمان سینما رو نماد فحشا میدونستند و اشاره کردیم پیش از این شب قبل از آتش سوزی سینما رکس هم یک سینما در مشهد آتش گرفته بود. تمام اینها رو بهانه کرده بودند و گفته بودند آتش سوزی سینما رکس و از پس آن بازار آبادان تقصیر مخالفان شاه و مذهبیون تندروه. مقامات دولتی این رو میگفتند، از اون سمت مخالفان شاه چی میگفتند؟ میگفتند هر دوی این آتش سوزی ها کار ساواکه. چرا؟ این کارو کرده ساواک که بندازه تقصیر انقلابیون و انقلابیون رو بدنام کنه. اون روزها نخست وزیر کی بود؟ جمشید آموزگار. هرچند واقعی سینما رکس تیر خلاصی بود بر دوران یک ساله و چند روزه پربحران البته نخست وزیری جمشید آموزگار. او پنجم شهریور 57 و یک هفته پس از آتش سوزی سینما رکس از سمت خودش استعفا کرد. اما تا پیش از استعفا بارها و بارها مخالفین شاه رو، مخالفین دولت و حکومتش رو به واسطه اقدام تروریستی در سینما رکس آبادان محکوم کرده بود جمشید آموزگار. بارها و بارها آنان را متهم کرد که عامل آتش سوزی سینما رکس آبادان، قبل از آن سینما آریای مشهد و پس از آن بازار جمشید آبادان هستند. باعث تأسف است که در ماه مبارک رمضان و در روز میلاد امام حسن علیه السلام یک محل عمومی، یک سینما را آتش بزنند و درهای آن را از پشت ببندند و 377 نفر از هممیهنان ما را زنده زنده در آتش بسوزانند. تصور این واقعه تأثیرانگیز هم مشکل است. چگونه ممکن است افرادی آنقدر از بشریت، انسان دوستی، مذهب و ایمان به خدا بیخبر باشند که دست به چنین کاری بزنند؟ این؟ کلام جمشید آموزگار بود در جلسه‌ای که با نمایندگان سازمان کارگران سراسری ایران داشت در تهران و تاریخ گواهی می‌کند که این یکی از آخرین جلسات رسمی جمشید آموزگار بود در مقام نخست وزیری ایران زمین. کمی بیایم جلوتر تاریخ رو. همون زمان داریوش همایون که سخنگو و وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت آموزگار بود، بعد از پایان اولین جلسه هیئت دولت، اولین جلسه‌ای که از پس واقعه سینما رکس برگزار شد، انگشت اتهام رو به سمت مخالفین شاه و دولت گرفت و گفت من تصور نمی‌کنم که در دنیا جز در دورانی که فاشیست‌ها در آلمان حکومت می‌کردند چنین اتفاقی افتاده باشد. اعمال تروریستی خیلی سابقه دارد و در بیشتر کشورهای جهان هم روی داده، اما هیچ گروه تروریستی نسبت به مردم مملکت خیش چنین رفتاری نکرده است. این یک فاجعه ملی است و باید از طرف مردم به عنوان یک فاجعه ملی تلقی شود. ما با گروه‌های روبرو هستیم که تحت عناوین مختلف یک حالت بسیار سبعانه‌ای نسبت به مملکت خودشان و ملت خودشان پیش گرفتند. اینها باید با واکنش سخت توده‌های مردم روبرو شوند. پرانتز عرض کنم، سبعانه یعنی سنگ دلانه.
توده های مردم اما بیشتر گوششون به کلام مخالفان حکومت بود تا مقامات حکومت. بیشتر به مخالفان گوش می کردند تا جمشید آموزگار و داریوش همایون سخنگوی دولت. شاید یکی از دلایلی که آموزگار استعفا داد همین بود. خیلی به سخنان او و موضع‌گیری های او اهمیتی داده نمی شد توسط توده های مردم. مخالفان حکومت شاه نظر دیگری داشتند. اونها فاجعه رو به عوامل حکومت نسبت می دادند و شاه و رژیمش رو متهم می کردند، ساواک رو متهم می کردند. رهبر انقلاب پیام تسلیتی صادر کرد آن زمان، خطاب به مردم ایران، به خصوص مردم آبادان: من گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه انسانی دست به چنین فاجعه وحشیانه‌ای بزند جز آنان که به نظایر آن عادت نمودند و خوی درندگی و وحشیگری آنان را از انسانیت بیرون برده است. آنچه مسلم است این عمل غیر انسانی و مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین شاه که خود را برای حفظ مصالح اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر مرگ انداخته اند و با فداکاری از هم میهنان خود دفاع می کنند به هر مسلکی که باشند نخواهد بود و قرائن نیز شهادت می دهد که دست جنایتکار دستگاه ظالم در کار باشد که نهضت انسانی اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند. آتش را به طور کمربند در سراسر سینما افروختن و بعد توسط مأموران درهایان را قفل کردن کار اشخاص غیر مسلط بر اوضاع نیست. در ادامه جامعه طلاب حوزه علمیه قم هم یک بیانیه شش بندی صادر کرد و گفت این عملیات کار نیروهای مذهبی نیست. آنها در بیانیه خود اول از نبودن آزادی بیان انتقاد کردند، بعد از اصول صلح طلبان اسلام و مسلمین گفتند، در ادامه به دستگاه پروپاگاندای شاه حمله کردند و این سوال را مطرح کردند که چطور روزنامه جیره‌خوار اطلاعات فقط چند ساعت بعد از فاجعه شروع به اتهام بستن به انقلابیون کرد، چطور آن روزنامه در جریان بود و فقط در عرض چند ساعت تیتر و مطلب آماده را چاپ کرد. در ادامه جامعه طلاب حوزه علمیه قم به سابقه جنایات مسئولین رژیم شاه اشاره کردند و آنها را خرابکار واقعی دانستند. بعد هم نوشتند این جنایت حساب شده در شبی که فردایش بنا بود مجلس شورای ملی برقراری حکومت نظام می را بررسی کند، لازمه تصویب این پیشنهاد ننگین دولت آموزگار بود. در واقع نوشتند دولت آموزگار به مجلس گفته بود حکومت نظامی رو بررسی کن، اوکی بده حکومت نظامی شه. از اون بر خودشون رفتن این کارا رو کردن، آتش سوزی رو انداختن، اول مشهد، بعد آبادان، بعدم حالا بازار آبادان، که مجلس رو تحریک کنن حکومت نظامی رو تصویب کنه. در نهایت جامعه طلاب حوزه علمیه قم تو همون بیانیه اعلام کرد حکومت شاه قصد دارد تا با اشک تمساح ریختن و مقصر جلوه دادن مسلمانان افکار عمومی را از سایر جنایاتی که آن اواخر رژیم انجام داده است منحرف کند. تو همین ایام تشکلی به نام جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر توسط گروهی از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی تشکیل شده بود. افرادی مثل مهندس بازرگان و صحابی، سنجابی، سباقیان و آیت الله طالقانی و حتی دکتر عبدالکریم لاهیجی توی اون تشکیلات عضو بودن. این مجموعه یک نامه‌ای میزنه خطاب به اتحادیه های بین المللی حقوق بشر و مطبوعات جهانی. در اون نامه چی می‌نویسه؟ اینن باز نقل قول میکنم: بعد از ماها کشتار و اعمال فشار از طرف حکومت ایران، اکنون اعتراض و نارضایتی مردم ایران از شیوه های پلیسی و استبداد حکومت با توطئه تازه و خطرناکی روبرو شده است. حکومت فقط به این مقدار تجاوز به حقوق انسانی اکتفا نکرده، بلکه اکنون دست به ایجاد رعب و وحشت از طریق نسبت دادن حریق های پیاپی سینما
سینماها و اماکن عمومی به مردم معترض زده است. این توطئه به ظاهر و به ذم حکومت میتواند برای ایجاد وضع فوق‌العاده و کشتارهای دست جمعی تازه و توقیف و نابودی رهبران مذهبی و ملی بهانه موجهی ایجاد کند. ما تأکید قاطع داریم که حکومت ایران با اجرای این توطئه تصمیم دارد صدای آزادی ملت را برای مدت نامعلوم و به قیمت اعمال وحشیانه ترین خشونت ها و شدیدترین کشتارها خاموش کند. ما خواهان روشن شدن ریشه های اصلی خرابکاری های وحشیانه اخیر نظیر حریق سینما رکس آبادان و کشتار بالغ بر 377 نفر انسان بیگناه هستیم و آمادگی جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را برای شرکت در کشف حقیقت و برملا کردن عاملین اصلی این جنایت ها و همچنین علت کشتارهای چند ماه اخیر از سوی ماموران مسلح دولت را اعلام می‌داریم. تشکیل یک کمیسیون بین المللی از سوی نمایندگان سازمان‌های جهانی با شرکت و همکاری جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر می‌تواند دنیا را از حقایق حوادثی که در ایران می‌گذرد آگاه کند. و سوال: فاجعه سینما رکس کم کم به یک منشأ جدید برای اعتراض به حکومت شاه تبدیل شد. خیلی مهمه. از آغاز اون سال و با خونبار نبودن مراسم چهلم کشته شدگان اعتراضات در اردیبهشت 1357، تهران دیگر روی اعتراض ندیده بود. خیابانهاش چند ماهی بود که پایتخت آرام بود. داستان سینما رکس اما بنزینی بود در مخزن سوخت اعتراضات پایتخت و البته کم کم سراسر ایران. نتیجه دوباره خیابان‌های تهران و شما بشنو ایران زمین شلوغ شد. و بعد چه شد؟ مرداد، بهمن، انقلاب. این وسط اخبار و گزارش‌های زد و نقیض هم بر خشم مردم اضافه می‌کرد. بعضی رسانه‌های بین‌المللی آمارهای جدیدی از فاجعه می‌دادند. رادیو بی بی سی آمار کشته شده‌ها را اون زمان نه 377 نفر که 430 نفر اعلام کرد. حالا از کجا خدا می‌دونه؟ رئیس شهربانی آبادان اعلام کرد 9 نفر مظنون بازداشت شدند و در حال بازجویی کردن آنها هستیم. خبرگزاری فرانسه در ادامه اعلام کرد که گروه تروریستی که فاجعه آفریده از 4 یا 5 نفر تشکیل می شده. دولت هم اون زمان اعلام کرد که آتش سوزی کار مارکسیست های اسلامی است و بس. رهبر بخت جبهه ملی جناب دکتر کریم سنجابی یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت و تلویحاً دولت رو عامل این جنایت معرفی کرد و لفظ مارکسیست های اسلامی رو اساساً بی‌معنا دانست. همه چیز شیر تو شیر بود. از اون طرف هیئت بازرسی نخست وزیری یک گزارش تهیه کرد از فاجعه و منتشرش هم کرد. در اون گزارش آتش سوزی رو عمدی دونسته بود اون هیئت و همینطور برخی رو مقصر اعلام کرده بود، از جمله علی نادری صاحب سینما رکس که زمان آتش سوزی تو قطار تهران خرمشهر بود، کلن تازه داشت میرفت به سمت آبادان نبود. در ادامه سایر مسئولین سینما مقصر شناخته شدند به خاطر عدم حضور افراد آموزش دیده در سینما و همینطور شهرداری آبادان که فاقد سازمان آتش نشانی مجهز بود و شیرهای آب آماده و تجهیزات کافی نداشت. چند روز بعد هم محمد باهری وزیر دادگستری وقت اعلام کرد 15 روز پیش جوانی در عراق دستگیر شد که اعتراف کرده در آتش سوزی سینما رکس دست داشته است، اما چون به طور کامل قانع نشدیم و اشکالاتی در بین است تا کامل نشدن پرونده از ارائه آن به دادگاه خودداری میکنیم. گزارش هیئت اعزامی بررسی آتش سوزی سینما رکس آبادان گویای آن است که این آتش سوزی عمدی بوده است.
اوضاع ما از کنترل خارج شده بود. نتیجه محمد رضا شاه پهلوی باید شخصا به میدون می اومد و اومد که فضا رو آروم کنه. اما سوال، آیا فضا رو آروم کرد؟ خیر، همه چیز رو بدتر کرد. شاه در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفت کسانی که در آبادان سینما را با آتش کشیدند بر اثر وسعت و دامنه عمل دست و پای خود را باختند، قصد نداشتند فاجعه‌ای به بار آورند. مخالفان شاه گفتند چی؟ از کجا میدونست عوامل قصد نداشتند فاجعه به بار بیارن؟ کار خودشه. از چه کار خودشه؟ تا کجا میدونستی؟ اما سوال، واقعا عوامل آتش سوزی سینما رکس آبادان کیا بودن؟ 29 مرداد یعنی فردای فاجعه یک گروهی بیانیه دادند و گفتن آی ملت غیور ایران، ما بودیم آقا، ما بودیم، داری میگی ما بودیم دیگه، ما مسئولیت رو بر عهده میگیریم، تمام. و کیا بودند این گروه؟ خودشون رو گروه انقلابیون سیاه معرفی کردند. قبل از سینما رکس چی کار میکردند این گروه؟ هیچی. و بعد از سینما رکس چه کردند این گروه؟ هیچی. در واقع جز همین بیانیه هیچ ردی از این گروه در تاریخ وجود ندارد. همون روزها خبرگزاری رویترز نوشت تا کنون یک گروه خود را مسئول به آتش کشیدن سینما رکس آبادان معرفی کردند، اما هیچ شواهدی مبنی بر این که آیا این ادعا صحیح است یا نه وجود ندارد. دیروز یک شخص ناشناس به دفتر خبرگزاری رویترز در تهران تلفن کرد و گفت ما گروه انقلابیون سیاه مسئول آتش سوزی سینما رکس آبادان هستیم. در تاریخ شاهدی برای این گروه، برای وجود این گروه، گروه انقلابیون سیاه وجود ندارد کلن، به جز همون یک تلفنی که به خبرگزاری رویترز شده و صحت و سقمش هم واقعا مشخص نیست. هیچ اثری از اینان وجود ندارد. اما به هر حال این فاجعه عاملی داشته قطعا. چه کسی یا کسانی بودند عاملان این فاجعه؟ اگر نازوکیم روی این سوال با یک اسم مواجه میشیم، اسمی به نام سید محمد کیاوش یا سید محمد علوی تبار. هر دو اسم متعلق به یک محمده، یک نفر، کسی که گویا بنا به مصالحی اسمشو همون سالهای اول انقلاب عوض میکنه. ایشون بعدها و در مجلس شورای اسلامی دور اول و دوم به عنوان نماینده مردم آبادان و بعد هم اهواز در مجلس حضور داشت و جالبه خود ایشون از معدود بازماندگان حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی هم هست، 7 تیر 1360. حالا سوال، چرا این اسم مهمه؟ محمد آقا چی کار کرده؟ عرض میکنه. محمد کیاوش یا علوی تبار، او جزو کسانی بود که طرفداران خارج نشین پهلوی معتقد بودند عامل اصلی آتش سوزی سینما رکس بوده. در واقع آقای محمد علوی تبار زمان آتش سوزی دبیر تعلیمات دینی بوده در آبادان و در ادامه هم شد مدیر مدرسه فرخی آبادان. ایشون از نیروهای مذهبی شهر بوده، سوپر مذهبی. مخالفین نظام ادعایی دارند که بعداً به شکل تلویحی اصلاح طلبانی مثل محسن صفایی فراهانی اون رو تایید کردند. ادعا چیست؟ برای رسیدن به این ادعا اجازه بدید اول کمی به عقب برگردیم. به چه روزی؟ 19 مرداد 1357، چند روز پیش از فاجعه. نوزدهم مرداد مصادف بود با 5 رمضان. اعتراضات در اصفهان منجر به درگیری شده بود اون زمان، اعتراضاتی که کشته هم بر جا گذاشت. اون اعتراضات سریعاً به چند شهر دیگه هم کشیده شد، چند شهر بزرگ مثل قم، تبریز، مشهد، یزد، شیراز و البته یک شهر کوچک به نام کازرون.
مجموعاً تو 11 شهر حکومت نظامی اعلام شد اون زمان. کازرون یکی از اون شهرها بود. حالا این کازرون شهری است نزدیک برازجان، حدود 100 کیلومتر بین این دو شهر فاصله هست. مردمان کازرون در حالی مشغول اعتراض بودند که در برازجان خبری نبود. همه قلیون برازجونی میزدن حالشو میبردن لشتوری. نتیجه یک سبد میوه، یک سبد میوه از کازرون فرستاده شد به برازجون. این سبد میوه اما یه سبد عادی نبود. سینه‌بند، کورست یا سوتیان، اینها مترادفند. زمانی که یک سبد میوه به برازجون رسید از کازرون و در بازار طلبار برازجون درب سبد باز شد، همه چشم‌ها گرد شد. یک سینه‌بند آنجا بود، یک کورست، یک سوتیان طبعاً زنانه، یک گویا نسبتاً خاص. مال کی بود؟ یک سوغاتی بود و یک پیغام استعاری به البته بسیار ضد زن داشت. کازرونی‌ها به برازجونی‌ها پیغام داده بودند که قلیون می‌کشید مرد نیستید که اعتراض نمی‌کنید. نتیجه چه شد؟ برازجان شلوغ شد. ما مرد نیستیم، قلیان‌ها شکستند، احتمالاً خیابان‌ها ریختند. اما باز 60 کیلومتر اونورتر در مرکز استان بوشهر، یعنی تو بندر بوشهر، هیچ خبری نبود. چه کردند؟ سبد میبر رو درشو بستن، احتمالاً فرستادن برای بوشهری ها و بوشهری ها هم در رو باز کردن. چی؟ سوتی هم واسه ما میفرستی؟ داغ کردن، خونشان به جوش آمد. بندر بوشهری ها هم جرقه اعتراضات آنجا هم زده شد. یک کمربند شلوغ شد در جنوب کشور با یک سوتیان. برگردیم به آقای کیاوش یا علوی تبار، محمد داستان ما. ایشون در آبادان در حسینیه اصفهانی ها جلسات ایدئولوژیک گویا برگزار میکرده. یک روزی از روزهای آخر مرداد، آقای کیاوش یه لباس زیر زنونه در میاره، میگه میدونید از کجا اومده؟ نه میدونید، نمیدونید دیگه، اینا جوانای بوشهری فرستادن برای شما، کلاتونو بذارین بالاتر. بدبختا گفتن شما مرد نیستید اعتراض نمیکنید، نتیجه اعتراض کنید. و نتیجه یک سینه‌بند سفری آغاز کرد از کازرون تا آبادان. و حاصل این سفر چه بود؟ چند نفر از جوانان پای سخنرانی آقای کیاوش یا علوی تبار تصمیم گرفتن برن اعتراض و ثابت کنن مردن. تصمیم گرفتن کاری کنن که کل تمام شهرهای دیگر خوابانده شود. برای ما سوتی هم میفرستی؟ حالا وایسه نگاه کن. محسن صفای فراهانی که گفتیم دستی بر سیاست هم داره ایشون و زمانی هم رئیس فدراسیون فوتبال بود، یک مصاحبه داره با حسین دهباشی. ایشون میگه فاجعه سینما رکس توسط انقلابیون رخ داد و بانیان اون فاجعه هم بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی نماینده مجلس شدن. خیلی ساده احتمالاً منظور ایشون همین آقای علوی تبار باید باشه. برجهت آقای کیاوش یا علوی تبار، اگر نگیم محرک این فاجعه بوده، در بدترین حالت عامل این فاجعه بوده. حالا سوال مطرح کنیم، عوامل یا عامل این اتفاق کیا بودن؟ عامل بوده، عامل کی بوده؟ عرض میکنم. آبادان بعد از فاجعه سینما رکس روی خوش ندید. اول آتش سوزی بازار جمشید و بعد هم شروع سرقت‌های شبانه. طبق اسناد حکومت پهلوی 2-3 ماه بعد از حادثه سرقت‌های شبانه در آبادان اتفاق افتاد. زمانی که باند سرقت دستگیر میشه، یکی از اعضای باند تو اعترافاتش میگه با چند نفر دیگه تو قهوه خونه نشسته بوده. یه بار یکی از افرادی که برادرش در سینما رکس کشته شده بود اونجا بوده، داشته به عاملان حادثه فحش خوار مادر میداده. رفیقش بهش میگه داداش بی خود فوش نده، داداشت هم که مرده تو همون آتش سوزی بود، اصلا چه علکی فوش میدی؟ خودش جزو کسایی بود که آتیش زد سینما رو. طرف جا میخوره میگه تو از کجا میدونی؟ رفیقش میگه خب منم بودم دیگه، با هم رفتیم آتیش زدیم، حالا من در رفتم اون نتونسته.
و این یک سرنخ مهم بود. پلیسی جوان کارو در آورد، گفت آقا گرفتیم، تمام شد، عوامل آتش زدن سینما رکس رو پیدا کردیم. و کیست؟ جوانی به نام حسین تکب علیزاده. در ادامه این حسین آقا دستگیر میشه، به جرمش اعترافم میکنه، میگه آقا من بودم و یدالله زاقی، فلاح و فرج بسکار، همین چند تا بودیم، رفتیم تینر پاشیدیم، کبریت کشیدیم روش، اون ستای دیگه کشته شدن، نتونستم بیام بیرون، من در رفتم. بی‌شرمنده شد دیگه، اشتباه کرد. دادگستری حکومت پهلوی هیچ وقت تکب علیزاده را محاکمه نکرد. چرا؟ چون عمر حکومت پهلوی به محاکمه او قد نداد. شما به می‌دانید بهمن 57 انقلاب شد، حکومت جدید بر سر کار آمد. در ادامه دستگاه قضایی حکومت جدید با تکب علیزاده چه کرد؟ اول آزادش کرد. چرا؟ چون تکب علیزاده گفت آقا ما رو شکنجه کردن، ساواک اینا کشیدن ناخونامو با سیخ منو چیز کردن، من نبودم، اشتباه شد، منو بلم کنه. و اما در ادامه که او را آزاد کردند و کمی گذشت، سیستم امنیتی جدید سوار داستان شد، کمی اسناد مربوط واقعی سینما رکس رو حالا بررسی کرد، سریع به نیروهاش دستور داد برید همون حسین تکب‌علی‌زاده پدر سوخته رو بگیرید بیارید، کار خود بی‌تربیتشه. جالبه حسین تکب‌علی‌زاده گویا اعتیاد داشته. یکی از دوستاش که اسمش ایرج بوده بهش میگه تا کی میخوای گرفتار اعتیاد بمونی؟ دقیقاً شبیه دیالوگ‌های فیلم گوزن‌ها. البته شاید این اعترافات ساخته ذهن گرفتار اعتیاد حسین تکب‌علی‌زاده بوده باشه، قضاوتش با شما. به هر حال اون آقا ایرج در رفیق معتادش گویا تأثیر میذاره. حسین به گروه‌های سیاسی هم علاقه‌مند میشه و سینما رو آتش می‌زنن با رفقاش. تکب‌علی‌زاده تو دادگاه میگه من رفتم اول سینما سهیلا را آتیش بزنم، دیدم دوتا پاسبون جلو در وایستادن، کار در نمیاد، برگشتم رفتم سینما رکس، بلیت خریدم رفتم تو و باقیشم شما به میدانید. هرچه گشتند هم دستان حسین رو پیدا نکردند، آنها مفقود بودند. البته تو بررسی ها در ادامه جسد دو نفر از اونها بین کشته شدگان سینما شناسایی شد، اما جسد فلاح هیچ وقت پیدا نشد. یکی از اون چهار عامل آتش سوزی کجاست؟ عباس سلیمی نمین که گفتیم تاریخ نویس و فعال سیاسی اصولگراست، اما هنوز هم که هنوز ساواک رو مقصر میدونه. او و امثال او همچنان ساواک رو پشت واقعی سینما رکس میدونن. ایشون یعنی عباس آقا بسته بودن در سینما رو آن شب کار ساواک میدونه و میگه ساواک چهار تا معتاد و مواد فروشی که تو کمیته مشترک ساواک و شهربانی آبادان احتمالاً ازشون پرونده داشته، ازشون آتو داشته، زوری به کار گرفته، تهدیدشون کرده و قطعا معلومم نیست اون شب با چه مواد مخدری اونها رو برده بوده تو هپروت که چه کنن؟ دستور ساواک رو مو به مو اجرا کنن. چشم به روی انسانیت بستند، وارد سینما شدند، هم نوعان خود را با آتش کشیدند و از قضا خودشونم گیر کردن و شاید بردن. برحال آقای سلیمی نمین معتقد کار ساواکه و اون معتادا هم خبر نداشتن که قراره درا بسته شه. فکر میکردن به راحتی میرن تو آتیش میزنن بعدم از سینما میان بیرون. حتی فکر میکردن سایر تماشاچی ها هم از سینما میان بیرون. اما اون فاجعه اتفاق افتاد و عمدن ساواک درا رو بست تا زنده زنده همه بمیرند. آقای سلیمی نمین در ادامه میگه یکی از اون معتادا که رفتن آتیش زدن تونسته از راه پشت بوم سینما فرار کنه، ضمن اینکه چند نفر دیگه هم از تماشاچی ها از همون مسیر تونستن اون شب فرار کنن. اما سایر معتادایی که رفتن آتیش زدن و عوامل این اتفاق بودن موفق به فرار نشدن و سوختند و مردند. اجازه بدید به یک سوال پاسخ بدیم، بی جواب نگذاریم این سوال رو. سرنوشت تکب‌علی‌زاده چه شد؟
همان جوانکی که اتفاقی روزی در یک قهوه خانه خودشو لو داد قبل از انقلاب دستگیر شد. دادگاهی اما برگزار نشد چرا که دوران پهلوی سر آمد. بعد از انقلاب اول آزاد شد، اسناد بیشتری که به دست آمد دوباره دستگیر شد. سرنوشت او چه شد؟ یک دادگاه برگزار شد، 20 جلسه، شهریور 1359 در آبادان این اتفاق افتاد. در اون دادگاه کیفرخواست علیه 33 متهم البته صادر و قرائت شد، گرچه عمدتاً اون دادگاه تبدیل شد به دادگاه شخصی حسین تکبری‌زاده. اولا داشتن او رو محاکمه میکردن، اما نتیجه چه شد؟ آقای تکبری‌زاده نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت، درخواست عفو کرد، گویا البته نامه کارساز نشد چرا که دادگاه حکم به اعدام او داد، البته نه فقط اعدام او. حسین تکبری‌زاده، سربان منوچهر بهمنی، ستوان وقت شهربانی آبادان، علی نادری، صاحب سینما رکس، اسفندیار رمضانی دهاغانی، مدیر داخلی سینما رکس، سرهنگ سیاوش امینی آلاغا، رئیس سابق اطلاعات شهربانی آبادان و فرج الله مجتهدی، کارمند ساواک زمان این اتفاق، همگی با هم اعدام شدند. 13 شهریور 59. یک نکته رو پیش از ادامه عرض کنم. داستان علی نادری واقعا تراژیکه. چرا؟ علی نادری که عرض کردم صاحب سینما رکس بود، زمان اون اتفاق، زمان اون فاجعه و آتش سوزی اصلا تو آبادان نبود. او رفته بود تهران و تو راه برگشت بود، پیش از این عرض کردم تو قطار تهران خرمشهر بود. در واقع صبح که میرسه آبادان میخواد بره سر کارش، یه جورایی میبینه سر کارم کو، کل سینما به همراه اغلب انسانهایی که در آن بودند به خاکستر تبدیل شده بودند. قطعا علی نادری اون زمان فکر نمی کرد قراره به واسطه این اتفاق خودش هم جونش از دست بده، اما دیدیم بعد از انقلاب اعدام شد. درباره سایر افرادی که اعدام شدند هم گاهی مطالبی نقل میشه، اجازه بدید اشاره کنیم بهش. مثلا خدری که عرض کردم خبرنگاری بود که زودتر از همه همون شب رسید سر صحنه و خبر تهیه کرد از اون فاجعه، یه نقل قولی داره. میگه یکی از کسانی که اعدام شد ستوان جوانی بود به نام بهمنی، همون آقای سربان منوچهر بهمنی، ستوان شهربانی آبادان. میگه اتفاقا خیلی ورزشکار بود، قهرمان بوکس و کشتی بود. به چه جرمی اعدامش کردند؟ این آقای خبرنگار میگه، میگه به جرم قصور در انجام وظیفه اعدام شد. اما واقعیت چه بوده؟ البته باز تاکید کنم عیناً نقل قول آقای خدریه. ایشون میگه شایعی شنیدم که قبل از انقلاب آقای موسوی تبریزی یک مراسمی داشته در آبادان، این ستوان جوان هم به دستور شهربانی، به دستور مافوق خودش، مجبور بوده بره جلوی این سخنرانی رو بگیره، برخورد کنه با اون تجمع، غافل از این که این آدم فردا روز میشه رئیس دادگاهش. نتیجه این برخورد قبل از انقلاب شد آن برخورد، اعدام پس از انقلاب. حالی که چقدر این ماجرا درست است یا نیست، قضاوتش با شما. نبود آب برای خاموش کردن آتش سینما رکس یکی از اتهاماتی بود که علی نادری صاحب سینما که آن شب تو قطار تهران به خرمشهر بود و تازه داشت می اومد آبادان به خاطرش اعدام شد. حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی رئیس دادگاه عاملان آتش سوزی سینما رکس بود. پرانتز یادآوری کنم، همان کسی که آن ستوان جوان قبل از انقلاب جلوی سخنرانی او رو گرفته بود، ایشون رئیس دادگاه بود. به همین جهته که اون خبرنگار گفته بود اون ستوان ساواک هم چون قبل از انقلاب روزی جلوی سخنرانی رئیس این دادگاه رو گرفته بود، بعد از انقلاب اعدام شد. به هر حال آقای حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی یه نقل قولی داره عیناً من درس کنم. ایشون گفته که اون زمان سینما رکس از ایمنی پایینی برخوردار بود و حتی راه فرار را با ظروف نوشابه بسته بودند. شهرداری از یک هفته پیش از آتش سوزی اخطار کرده بود که تانکر آتش نشانی خالی است، اما به این توصیه عمل نشده بود. شهرداری علیه مدیر سینما رکس شهادت داده که صاحب سینما رکس اخطارهایش را نادیده گرفته. این نقل قول آقای حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی بود، رئیس دادگاه. نتیجه عرض میکنه.
گاهی عدم رعایت ایمنی میتواند به مرگ انسانهای منجر شود و گاهی همین عدم رعایت ایمنی میتواند به مرگ فردی منجر شود که خود او سهل‌انگاری کرده است. خود او صاحب جایگاهی بوده است که مسئول بوده است باید کاری را انجام میداده است و نداده است و به او اخطار شده است و توجه نکرده است و نتیجه اعدام شده است. البته باز تاکید میکنم گاهی تاریخ به ما میاموزد که سهل‌انگاری در تاریخ زیاد شده است در همین مورد مشابهش و این سوال را ایجاد میکنه تاریخ که آیا همگان مؤاخذه شدند؟ نه اعدام، تنبیه شدند. آیا همگان عذر خواستند، استعفا کردند؟ زمانی که آتش نشانهایی مردند، انسانهایی مردند، ساختمانهایی فرو ریختند در همان آبادان در همین چند وقت گذشته؟ برجت شما بهمیدانید که گاهی سهل‌انگاری می شود و در برخورد با سهل‌انگاران هم سهل‌انگاری می شود. ما برای این قسمت از مورخ، تیم مورخ برای این قسمت از مورخ سراغ منابع بیشماری رفت، اما بعضی سوالات درباره حادثه و آن فاجعه آن شب سینما رکس آبادان هنوز بی پاسخ مانده است. به طور مثال اون سرایداری که در مطبوعات گفته شد بازداشت شده مست، کارش به کجا رسید؟ کجا رفت؟ چی گفت؟ چه شد اصلا؟ هیچ اثری از او در هیچ منبعی پیدا نکردیم. اگر شما مخاطبان نازنین تیم مورخ از او خبری دارید، منبعی دارید، خوشحال میشیم با ما هم به اشتراک بگذارید تا ما هم آن را با همگان به اشتراک گذاریم. یا یک سوال دیگه مطرح کنیم درباره ماده آتش‌زایی که آن شب استفاده شده. اختلاف نظرهایی وجود داره. گزارشی از شهربانی اون زمان هست که میگه 3 گالن بنزین در آتش‌سوزی استفاده شده. اسنادی که ویکی‌لیکس سالها بعد منتشر کرد میگه بر اثر گازوئیل این اتفاق افتاده. تو پرانتز اینو یادآوری کنم، ما یک قسمت درباره ویکی‌لیکس و آقای جولیان آسانج صحبت کردیم، کما اینکه یوتیوب کلن اجازه پخش به ما نداد و ما مجبور شدیم اختصاصی از کانال تلگرام مورخان را منتشر کنیم. و پیشنهاد میکنم حتما این قسمت رو ببینید، بشنوید و از پشت پرده خبرنگاری و آزادی بیان بیشتر با خبر بشین. این سوال اینجا مطرح میشه که چگونه ویکی‌لیکس و جولیان آسانج اسنادی از فاجعه سینما رکس 1357 دارد و هنوز منتشر نشده. به هر حال ویکی‌لیکس اون موقع گفت گازوئیل بوده، شهربانی گفت بنزین بوده، عباس سلیمی نمین که عرض کردم استاد اصولگرای دانشگاه امروزه و فعال سیاسی، ایشون میگه ماده آتش‌سا بنزین هواپیما بوده. اصلا کجا میدونه؟ بس جالبی است. خود اون حسین شکبلی زاده متهم تو دادگاهش گفته از تینر استفاده کردیم ما. و باز سواله که چیه بالاخره؟ هیچ وقت جواب قطعی به این سوال داده نشد. از چه ماده آتش‌زایی استفاده شد؟ و یک سوال مهم دیگه که آن هم راز سر به مهر تاریخ، شاید مهمترین سواله، مسدود بودن درهای سینما رکس آبادان چرا مسدود بود؟ آیا ساواک درها رو بسته بود؟ آیا خرابکارها درها رو بسته بودن یا نه؟ به واسطه یه صرفاً ازدحام جمعیت در سینما باز نمی شد. عرض کردم درهای سالن سینما رکس آبادان فقط به تو باز می شد. یعنی اگر جمعیت فشار می آورد به در، این در نمی تونست باز بشه که ملت خارج شن. فقطاً تو شرایط ترس و وحشت همه دارن هجوم میارن و فشار میارن به در، در نمی تونه بیاد عقب باز شه که خارج بشن. اینم باز سوالی است، بسته بود یا نبود و چگونه بسته بود اگر بسته بوده. از این جنس سوالات زیاده واقعا در رابطه با فاجعه سینما رکس آبادان، آن شب عجیب و تراژیک. مثلا آیا آتش سوزی از درها شروع شده یا از جای دیگه؟ به هر حال فارغ از تمام این سوالها یک چیز قطعی است، آینده پاسخ خواهد داد. ماه هیچ وقت پشت ابر نمانده نمیماند و شما بشنو نخواهد ماند. تاریخ انقدر زیبا قضاوت میکند و انقدر زیبا این قضاوت را در دل آینده به من و شما اطلاع میدهد که خواهیم نشست و به زیبایی نظاره خواهیم کرد. اینکه هستیم ببینیم و بشنویم یا نه، هیچ کس نمیتونه.
یک سوال دیگه هم مطرح کنیم. چه بر سر سینمارکس آبادان و بقایاش اومد؟ خرابه مربوط به این سینما تا سالها سر جای خودش باقی مونده بود. حتی بمباران آبادان طی 8 سال جنگ هم صدمه‌ای به اون خرابه ها وارد نکرده بود. انگار آنها بر سر جای خود ایستاده بودند که یادآوری کنند اینجا انسان‌های بیگناهی کشته شدند. آی آدم‌ها، ساید افکت و تأثیرات اتفاقات را ببینید. مردند. در کنار مخروبه سینما رکس، پاساژ رکس آبادان در ادامه راه اندازی شد، اما انگار اسم رکس آبادان با آتش گره خورده بود. 1383 پاساژ رکس آبادان هم در آتش سوخت و نهایتاً 1384 و یک سال از پس آتش سوزی دوم رکس آبادان، بقایای باقی مونده از سینما و همینطور پاساژ به کلی تخریب شد. پاساژ جدیدی روی اونها ساخته شد و اینجا به هر جهت یادی کنیم از تمام رفتگان آن شب. راهپیمایی 22 بهمن، روز قدس، صفهای شکل گرفته کنار صندوقهای رای، زمان انتخابات، در واقع هر زمانی صدا و سیما زوغ زده است و میخواد از حضور گسترده مردم سخن بگه، از حماسه ملی سخن بگه، از آهنگ فیلمی استفاده میکنه به نام ترن، آهنگی ساخته مجید انتظامی. کدام آهنگو عرض میکنم؟ این آهنگ پیش از هر واقعی سیاسی و اجتماعی دیگری، اما راه به مایی صفهای مختلف پیش از هر چیز دیگری به یک چیز اشاره دارد، به آتش سوزی سینما رکس آبادان شب 28 مرداد 1357، به کشته شدن بیش از 400 انسان بیگناه. به این اشاره دارد، به این حادثه دلخراش و پرابهام اشاره دارد. امیر قبیدل فیلم ترن رو 1366 ساخت. به یاد داریم قطعا که این فیلم داستان یک لوکوموتیف ران بود که قطار حامل سوخت ارتش شاهنشاهی رو دزدید که به مردم شمال کشور برسونه. انگیزه لوکوموتیف ران که نقشش رو فرامرز غریبیان بازی می کرد، مرگ پسر، عروس و نوش، مرگ عزیزانش بود در حادثه سینما رکس آبادان. فرامرز غریبیانی نقش این لوکوموتیف ران رو بازی کرد در 1366 که خود او شبانگاه 28 مرداد 1357 تصویرش روی پرده سینما رکس آبادان بود در کنار بهروز وسوقی. به هر حال رکس و مهمانهاش، تماشاچیهاش سوختند، خاکستر شدند و تاریخ ثبت کرد کسان زیادی کشته شدند و تاریخ ثبت کرد خانواده های بسیاری چشم به راه ماندند. تاریخ از پس این اتفاق هم ثبت کرد وقایعی که خانواده های زیادی را چشم به راه نشاند دوباره و بعد داغدارشان کرد و بر گوری نشاند. تاریخ این را هم به ما نشان داد. آن اتفاق، سینما رکس آبادان، در نهایت آتشش به انبار باروت انقلاب افتاد. از مرداد 57 تا بهمنش زمان زیادی نیست و شاید این را آموخت که داغ میتواند نتیجه های بزرگ ایجاد کند، انقلاب کند. در نهایت اجازه بدید یادی کنیم از وقایعی از این دست: سانچی، متروپول، رکس، بازار جمشید، پلاسکو و و و تمام اینها یک اشتراک داشتند، داغی که گویا سرد شدنی نیست، داغ خالد آسیه. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. ضمن اینکه در ادامه با هم خواهیم دید با افتخار ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان رو تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و به شرط بقا میبینمتون.
میاد. اسم پدرش بود میرزا بزرگ و به همین جهت و صرفا به همین دلیل او را صدا می‌کردند یا معروف شد به میرزا بزرگ. برای ایشون هم این اتفاق به نوعی افتاد. برحال در یک سیره اشکالی ندار. بله حتما. خب لطفا ضبط رو خاموش کنید. مرسی. یه زمانی فریدون فرخزاد میدونید محبوب ترین شد آیا هاشمی عزیز تو تلویزیون واقعا نسل جدید ایران به کانال شما مدیونه. واقعا ما جوونا به همچین آگاهی خیلی خیلی احتیاج داریم و میتونه یه تصویر از آینده به ما بده، چون تاریخ تکرار میشه. این کلام شماست و امیدوارم که روز به روز موفق تر بشین و بهترین ها براتون رقم بخوره و دست از کار نکشید. ما به شما احتیاج داریم. تکثیر بشین. ممنون از شما. محمود هستم از دسپور. سالی که مستقی ما باشیم این است آب فراش آن را بنوش و در این مسلک آنچه بلا و عذاب بر تو وارد شود فراموش کن و از راه صواب و حقیقت دور باشیم.